حالا مسئله ما این نیست که به گفته تاریخ نویسان مسیحی به طور مثال کونیک سعید که ریشه گرفته از تاریخ مسیحیان سوریه است، همون سوریهی که به دست همین نیاکان آقای اشتباهی قتل عام شد. شما میدونید سوریه پایتخت مسیحیگری خاورمیانه بوده که در کرونیک های تاریخ نویسان همین سوریه مانند دانیل برمریم تاریخ نویس سوری و مسیحی در اونجا میگه که مسیحیان در دوران ساسانی آزادانه زندگی میکردن، حتی میگه چگونه در شهر مرد اکثریت مسیحی بودن و اون یاد میکنه. اتفاقا این شخص میگه که نستوریان نه تنها مسیحیان آزاد در ایران بودن، بلکه خانم عبدی عزیز چون وقتم سنی میگن پایتخت مسیحیان نستوری هم در همون کیسفون بوده، یعنی بغل گوش دروازه ساسانی. بله اتفاقا همین نستوریان هستن که با کمک ساسانیان دین خودشون رو به چین میبرن، به مغولستان میبرن و حتی زمانی که مغول‌ها صداهای بد حمله میکنن در کنار چنگیز خان مغول قبیله‌های مسیحی مغول هستن که نستوری بودن که از همین ساسانیان اونجا میرن. این صحبت منم واضح بود، دارم فصل بعدی صحبتام خانم عبدی بفرمایید، قسمت بعدی رو بفرمایید. اینم پاسخی به دروغ بعدی آقای اشکلری بود، دروغ تاریخ. بعدی که آقای اشکلری میگیرن و بعضی از این یاریگویان ساسانی ستیز در رابطه با دو مسئله، یکی در رابطه با کشتن آقای مانیه که خیلی دروغ پوسکنده بگم، من هم بودم ایشون رو میکشتم، خیلی حس بگم ایشون یه حزب اللهی زن ستیز بود. اول از همه آقای مانی در اول به آزادگی ترویج دین خودش رو میکرد و یک کتابی از آقای مانی هست که تنها کتابی که به زبان پهلوی هم نوشته کتاب شاپورانه که پادشاه ساسانی شاپور این رو هدیه میکنه. ولی چرکی که این رو هم بازم یاد کتابی که همه مطالعه هستم میتونم این مسئله رو مطالعه کنم، به جای حمله به نیاکان رو برم مطالعه کنم، من دلم به درد میاد خانم عبدی که ایرانیان بدون مطالعه میرن حمله میکنن. آخه گناه آدم تاریخ خودش رو لگدمال کنه بدون که تاریخ خودش رو خونده باشه. دوستان اگر دارم در دیچه اگر اشتباه نکنم مناظره چرتیق با مانی در اونجا موجوده و چرتیق گناهی که به مانی میده اینه، میگه مانی تو داری اندیشه زن ستیز، اندیشه ای رو داری رواج میدی در مملکت ما که زن ستیزه، اندیشه ای که میدونی خانم عبدی اندیشه زرتشتی اندیشه بوده که جهان رو مثبت میدونسته، اندیشه بوده که دنیا رو باعث شادی میدونسته. دوستان برید اندیشه مانی رو بخونید. مانی گفته دنیا نجسه، عشق گناهه، زن باعث آلودگی مرده، جهان هستی رو اهریمن ساخته. برید اینا رو بخونید، هست کتاباش. خانم عبدی درست میگم اندیشه زرتشتی مگه برعکسه این نیست؟ دقیقا برعکسه. بله اصلا این چند چیزی در هم نداریست و فراموش نکنید که یکی از گناهانه که وقتی چرکی وقتی محاکمه میکنن مانی رو بودن تو اندیشه پلیر یونانی رو در ایران داری رواج میدی، یادتون هست براتون از ارسطو و افلاطون خوندن که زن رو مانند حیوان میدونستن، اینها رو کسی شما نمیگه. و بعد کسی اول مانی رو نکش، مانی اول تبعید شد دوباره به ایران برگشت، دقت میکنید؟ و حالا فرض کنید تبعید زدن بدی بوده، این دوران کوتاهی بوده و فراموش نکنید خانم عبدی نرسه که پادشاه ساسانی بوده، میدونید که پس از بهرام دوم، من حالا کوتاهی داره میگم برای دوستانی که سواد تاریخی ندارم به ساسانی حمله میکنم، تحقیق نامش در دوران شاپور اول میاد، هرمز اول، بهرام اول و بهرام دوم. کوتاه گفتم برای کسی که تاریخ دوست ندارم بخونم. وقتی که نرسه یا پادشاه ساسانی میشه تحقیق رو کنار میزنه و در تاریخ ها اومده که من حالا وقت هم من کنم تاریخ ها رو اصلا بخونم که اتفاقا از خود شاپور دوم که بعد تا به قدرت میرسه بعضی هم میگن نرسه اصلا موبدان رو کنار میذارن، یعنی مقام موبد رو حتی گفته شده و بعضی از سواره کنار میذارن تا دیگر موبدی به قدرت تاثیر نرسه. دقت کردید خانم عبدی؟ بله. تو میدونی که شاپور دوم رسما مقام موبد رو کنار گذاشت. حالا خانم عبدی به من کجا بگید این کجای جمهوری اسلامیه؟ بله 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 دارم گوش میکنم، نازنینم ببینید حتی خانم عبدی در جایی که مناظره چرکی با مانی هست اگه اشتباه نکنم شاید اشتباه بکنم
فکر میکنم که جناب مهندس خطشون قطع شده باشه. لطف کنید این 12 رو بریم، کلیپ 12 رو بگذاریم تا ارتباط دوباره برقرار بشه. بعضی وقتا این کارت ها باعث میشه که قطع میشه و یه بریک هم شما داشته باشید بینندگان عزیز تا من بتونم ارتباط همون مجددا برقرار بکنم. کلیپ شماره دم برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها خطرها کرده این، چه خطرها کرده این. رنج دوران برده‌ایم، رنج دوران